من هر روزم رو در انتظارم، تو محبوبم رو دیدار نمایم، او رفته از خانه ای بسازم، تا برگشته به خانه ام برم، پس بیا ای محبوبم عیسی، در انتظار دیدار هستم. پس بیا ای محبوبم عیسی، در انتظار دیدار هستم. همراهان عزیز، خدمت شما سلام عرض میکنم. این جلسه 24 هست در مطالعاتی که شروع کردیم. مدت مدیدی هست کتاب غزلهای سلیمان رو با هم خوندیم و رسیدیم به باب 8. در جلسه امروز عنوان صحبتمون این هست: من محبوبه با محبوبم هم خدمت هستم. من با او آن محبوبم هم خدمت هستم. از کتاب غزلهای سلیمان باب 8 آیات 7، 8، 9 و 10 رو قرائت میکنم. لطفاً به این 4 آیه توجه کنید و متوجه خواهید شد که آیه 7 آیه‌ای بوده که چندین جلسه مورد صحبت ما بوده و الان گذرا خواهیم گفت چی هست و چرا وصل میشه به آیات 8 به بعد. آبهای بسیار محبت را خاموش نتواند کرد و سیلها آن را نتواند فرو نشانید. اگر کسی تمام اموال خانه خیش را برای محبت بدهد، البته آن را خار خواهند شمرد. ما را خواهری کوچک است که پستان ندارد. به جهت خواهر خود در روزی که او را خواستگاری کنند چه بکنیم؟ اگر دیوار می بود، بر او برج نقره‌ای بنا می کردیم و اگر دروازه می بود، او را به تخته‌های سر و آزاد می پوشانیدیم. من محبوبه میگه دیوار هستم و پستانهایم مثل برج هاست، لحاظا در نظر او محبوبم، از جمله یا بندگان سلامتی شده ام. با محبوبم هم خدمت هستم. آیه شماره 7 صحبت از محبتی میکنه که با هیچ چیز نمیشه خریدش. محبت خدا رو ما مطالعه کردیم، هم محبت خدا نسبت به ما رو نمیشه خرید، هم محبت ما نسبت به خدا رو با هیچ چیز نمیشه خرید، نمیشه جایگزین کرد. این محبت در درس امروز فقط از زاویه محبت خدا به ما در نظر گرفته میشه. این محبت محبتی است مؤثر، محبتی است کارساز، محبتی است که ثمر میده. محبتی بیهوده نیست. محبتی بی ثمر نیست. محبتی که ثمر میده. چند آیه از کتاب مقدس رو با هم مطالعه بکنیم. حداقل قرائت میکنم که این آیات رو بشنویم. اگر به رومیان مراجعه کنید، رساله پولس رسول به رومیان باب شماره 8 از آیه 35 به بعد میگه: کیست که ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ آیا مصیبت یا دلتنگی یا جفا یا قحط یا عریانی یا خطر یا شمشیر؟ چنان که مکتوب است که به خاطر تو تمام روز کشته و مثل گوسفندان ذبحی شمرده میشویم، بلکه در همه این امور از حد زیاده نصرت یافتیم به وسیله او که ما را محبت نمود. زیرا یقین میدانم، پولس میگه، که نه موت، نه حیات، نه فرشتگان، نه رؤسا، نه قدرت ها، نه چیزهای حال و نه چیزهای آینده، نه بلندی و نه پستی و نه هیچ مخلوق دیگر قدرت خواهد داشت که ما را از محبت خدا که در خداوند ما عیسی مسیح است جدا سازد. هیچ چیز نمیتونه ما رو جدا کنه. پس اگر خدا ما رو موضوع
محبت خودش قرار داده، یعنی ما رو جایی قرار داده که میگه من محبتم رو به تو میدم، من تو رو دارم محبت میکنم، میبایستی این محبت 100% ثمر بیاره و ثمر میاره. ما در لوقا باب 7 جریانی رو میخونیم که شخصی به اسم شمعون فریسی عیسی مسیح رو دعوت میکنه به خونهش. عیسی مسیح میره و در زمینی که نشستن سر سفره اتفاق جالبی رخ میده. یک زنی که در اون شهر لوقا میویسه گناهکار بود میاد و پشت سر عیسی مسیح میسته و گریه میکنه، با اشکاش پاهای عیسی مسیح رو خیس میکنه، با موهاش خشکش میکنه و بعد تطهینش میکنه با عطری که داره. اون شخص شمعون فریسی در دل خودش میگه، نه با صدای بلند، اگر این شخص نبی بود میدونست این چه زنیه که لمسش میکنه، نمیذاش این کار رو بکنه زیرا که گناهکاریست. لوقا نوشت در آن شهر این زن گناهکار بود، اما شمعون فریسی در دلش میگه گناهکاری است. در انتهای جریان عیسی مسیح بهش میگه ای زن گناهان تو آمرزیده شد و به سلامتی برو، ایمان تو رو نجات داد. یک اتفاق اینجا میفته و اون اتفاق اینه که شمعون قرار بود کارهایی بکنه، نکرد. شمعون قرار بود مهمون خودش رو وقتی میاد طبق مراسم یهود پاهاشون رو بشوین دم در، وقتی میان بوسیده بشن و سرشون روغن یا عطر زده بشه که در خونه من پذیرفته شدی، مورد احترام منی، عزیز منی، اینجا غریب نیستی. من معتقدم که شمعون این کارها رو برای همه مهموناش کرد به جز عیسی مسیح و عمدن مسیح رو تحقیر کرد. مسیح مثل میگه شمعون دو نفر بودن که به یک آقای بدهکار بودن، یکی 50 دینار، یکی 500 دینار. ما نمیدونیم 50 دینار با ارزش پول امروز چقدر میشد، 500 تا چقدر. ما اینو میدونیم در مثالهای دیگه واضحه که یک دینار ارزش پولی بود که برای در عوض کار یک روز به یک کارگر داده میشد. پس اگر کسی در این مثال 50 دینار بدهکاره، یعنی 50 روز کار، اون یکی 500 دینار یعنی 500 روز کار بدهکاره، یعنی یکی باید کمتر از 2 ماه کار کنه، یکی باید بیشتر از 1 سال کار کنه که بدهیشون پرداخت بشه. مسیح میگه هیچ کدوم نداشتن بدهیشون رو بدن و کسی که طالب این پولش بود هر دو را بخشید. الان که هر دو را بخشید کدومشون بیشتر محبت میکنه؟ شمعون میگه فکر میکنم کسی که بیشتر آمرزیده شد بیشتر محبت میکنه. مسیح میگه درست گفتی. در این مثال ما داریم میبینیم مسیح میگه محبت نشانیست از آن محبتی که به تو شده. وقتی محبت میشی ثمر میاره و ثمرش اینه که تو محبت میکنی. برگردیم به غزل‌ها. اینجا صحبت از محبتیه که خاموشی نمیپذیره، آبهای بسیار، سیلها نتونستن اونو خاموش کنن و فرو نشانن و اگر کسی هم بخواد با پولش بخره به هیچی حساب نمیاد اون پولش، اون دار و ندارش. ولی اگر من محبت کرده شدم، این محبت من ثمر میاره در این که او خداوندم رو محبت کنم و یکی از راه‌های محبت خدای من اینه که او را خدمت کنم، در کنار او با او خدمت کنم. به همین دلیل آیه شماره 8 خیلی جالب شروع میشه. آیه شماره 8 ما را خواهریست. یک خواهر داریم. نمیگه مرا خواهریست، نمیگه تو را خواهریست، میگه ما را خواهریست. یکی از که خواهر من و سایر محبوبه هاست و در ضمن میشه اینطور اینو برداشت کرد، یکی از که خواهر منه و خواهر تو، داماد، خواهر تو، محبوب منه، خواهر ما هاست، کوچیکه. ما را خواهری کوچیک است که
در ترجمه هزاره نو میگه ما را خواهر کوچکی است که سینه هایش هنوز بر نیامده است، به روز خواستگاریش برای او چه توانیم کرد؟ ای محبوب من، ما یه خواهر داریم. این خواهر ضعفی داره، پستان ندارد. در روز خواستگاری ما چیکار باید بکنیم؟ سینه هاش بر نیامده، رشد نکرده اونطور که میبایست حالا رشد میکرد. من و تو چی میتونیم براش بکنیم؟ برای او چه توانیم کرد؟ من لذت میبرم از این قسمت رابطه محبوبه با محبوب، که محبوبه انقدر عاشق محبوبه شده، انقدر قد داخل این رابطه شده که داره میگه من و تو با هم هم خدمتیم و میخوایم با هم هم خدمت باشیم. خب برای این خواهرمون چیکار میتونیم بکنیم؟ ما برای این خواهر کوچیکمون چیکار بکنیم؟ باید یک کاری براش کرد. و خدا رو شکر که این محبت در دل محبوبه هست که بی تفاوت نباشه و نشینه یک جا بگه همین کافیه که محبوب من منو دوست داره، با هیچ کس دیگه من کار ندارم. نه، محبوب تو را محبت نمود، با محبتش تو رو کشید تا به همراه او در کنار او دیگران را شما محبت کنید. موضوع درس ما اینه، به همراه محبوبم، هم خدمت محبوبم هستم. خب برای این خواهر کوچیک چیکار بکنیم؟ خواهر کوچیکه، بعضی از مفسرین میگن، اونهایی که از جنبه تمثیلی همه مطالب غزل ها رو نگاه میکنن، میگن این خواهر کوچیک در واقع امتهایی هستن که باید به فکر اون امتها هم باشیم، امتهایی که نشدن آنچه باید بشن، مثل دختری که وقت خواستگاریش رسیده ولی اینجا میگه پستان ندارد، سینه‌هاش بر نیامده، نمیتونه ازدواج بکنه. میگن امت‌ها هستند که باید بیان به این مرحله برسن از طریق خدمتی که یهود بهشون میکنه. و تا حدودی درست هست، ما میبینیم یهود غیر یهود رو بشارت داد و اونها هم اومدن داخل کلیسا شدن و اونها هم نصیبی از محبت خدا بردند. برای این خواهر چه کار کنیم اگر این خواهر رو اینطور در نظر نگیریم که امتها هستند؟ این یک عزیزه، یک خواهره، یک شخص ایمانداره که در ایمانش بالغ نشده و محبوبه داره به محبوبش میگه ای محبوب من، ای داماد آسمانی من، برای این عزیز که در ایمان رشد کرده و احتیاج نقصهایی داره، ما چه خدمتی میتونیم براش بکنیم؟ آیه شماره 9 میگه اگر دیوار می بود بر او برج نقره‌ای بنا می کردیم، اگر دروازه می بود او را به تخته های سر و آزاد می پوشانیدیم. صحبت از دو چیز میکنه، دیوار، در. اگر دیوار بود، اگر در بود، میگه اگر دیوار بود ما برش برج نقره بنا می کردیم، اگر دروازه می بود او را به تخته های سر و آزاد می پوشانیدیم. فرقی از بین در و دیوار، دیوار محکم تره، نه؟ می تونی بهش تکه بدی. دیوار نمی تونی دستتو اینجور بذاری هلش بدی و دیوار مثل یه در باز بشه. ولی در روی لولاه، یک دست بزنی باز میشه، میبنده، متحرکه. فرقی از بین استقامت این دوتا. نمیتونی روی در برج بنا بکنی، روی دیوار میتونی. برای همین میگه اگر دیوار میبود ما برش برج نقره‌ای بنا میکردیم، اگر دروازه بود او را به تخته های سر و آزاد میپوشانیدیم. ای محبوب من، یکی هست که در ضعفه، یکی است که محتاجه و من الان از آن تو هستم و تو از آن من. تو منو محبت کردی، محبتی که نمیتونستم بخرمش،
اما این محبت در دل من ریخته شده. پولس رسول میگه محبت خدا ما را فرو گرفته است. محبت تو من درش آغشته شدم. به همین دلیل این محبت تو در من داره ثمر میاره. من دل دارم، من محبت دارم، من غیرت دارم برای اون که ضعیفه. و میخوام کاری بکنیم. اگر افرادی که اطراف ما هستن مستحکمن مثل دیوار، کمک کنیم روشون برچای بنا بشه تا نور تو اونجا بدرخشه. برچای بنا بشه مستحکم. اگر در هست او را بپوشانیم به سروهای آزاد، تزئینش بدیم با چیزهای خیلی مستحکم. کمک کنیم رشد کنن، کمک کنیم در آن حالت ضعیف عقب افتادگی نمونن. و خدا رو شکر که دیدگاه این محبوب این هست. ما همه سنگ‌های زنده در بدن مسیح در این عمارت هستیم. ما همه سنگ‌های زنده هستیم. خدا داره ما رو به کار میگیره که هیکل خودش رو بنا کنه. یک سنگ روی اون یکی، این سنگ‌ها رو میذاره. ما که سنگ‌های زنده بدن مسیح هستیم، این هیکل رو داریم بنا میکنیم. یکیش منم، یکیش اون یکیه، یکیش اون یکیه، یکی ضعیفه، یکی ناقصه، یکی عقب افتاده است. اما ما باید بنا کنیم همدیگر رو. ما را خواهری کوچک است، به جهت خواهر خود چه بکنیم؟ در روزی که تو بیای ای داماد آسمانی، و این خواهر کوچک ما هم مثل خود ما وارد آن عروسی برده بشه، ما چه کار میتونیم بکنیم؟ ای عزیزان، اگر خدا ما را محبت کرده و محبت خدا را ما چشیدیم، یعنی چشیدیم که خدا چقدر نیکوه، اگر درک کردیم که ما را محبت کرد زمانی که ما در گناهان خود مرده بودیم، خدا ما را محبت کرد، پسر خودش را فرستاد بر روی صلیب برای ما لعنت بشه، اگر این محبت ما را خورد کرده، ما را به توبه کشنده، این محبت نباید محبتی بی ثمر باشه، چون محبت انسانی نیست. این محبت، محبت خداست. و اگر محبت خداست، فعاله، ثمر میاره و پرثمره. و این محبت یکی از ثمراتش اینه، نگاه کنه چی میتونه برای دیگران بکنه. نگاه کنه برادر و خواهری که در ایمان کی ضعیفه، کی رو بلند کنه، به کی تسلی بده، کی رو تشویق بکنه. اگر کسی در گناه میفته، کی رو توبیخ کنه، تنبیه کنه، با محبت، در محبت پیروی راستی کنه. اگر کسی گناه کرده، چطور بره باش صحبت کنه تا برادر خود را دریابد. بله عزیزان، این دعوت خداست از آنانی که اونها رو محبت کرده، و این انتظار خداست از اونهایی که مدعیان خدا را محبت میکنند. کلام خدا میگه اگر من برادری رو که میبینم نتونم محبت کنم، چگونه خدایی رو که نمیبینم محبت خواهم کرد؟ یعنی اگر واقعا مدعی این هستم که من خدا رو دوست دارم، محبت میکنم چون منو او اول محبت نمود، اگر واقعا این ادعای منه که آن خدای نادیده رو محبت میکنم، پس چطور نمیتونم اونی رو که میبینم، اون برادری رو که میبینم محبت کنم؟ محبوبه اینجا دیدش، محبوبه اینو دید، نه فقط دید، نه فقط دل داشت، رفت به محبوب خودش، رفت به خداوندش، گفت خداوند من میخوام من و تو هم خدمت بشیم برای این عزیز، برای این خواهر کوچیک، که چنان که من محبوبه تو هم، او هم محبوبه توه. من چطور میتونم با تو هم خدمت بشم؟ اگر دیواره،
روش یه برج نقره بنا کنیم، قشنگ مستحکم زیبا پر جلال. اگر دروازه است به سروهای آزاد بپوشونیم، ما چی میتونیم بکنیم؟ از خودمون بپرسیم اگر من محبت خدا رو در دل دارم، برای این عزیزان اطرافم من چی میتونم بکنم؟ براشون دعا کنم؟ باهاشون دعا کنم؟ کتاب مقدس رو بهشون تعلیم بدم؟ بشارت دادن رو تعلیم بدم؟ بنا کردن رو تعلیم بدم؟ بشینم باهاشون سرود بخونم؟ احتیاجاتشون رو برآورده کنم؟ شاید در احتیاجات جسمیه، از جیبم بزنم بهشون من چیکار بکنم؟ و بهترین روش اینه که از خدای خودت بپرسی، از آن داماد آسمانی بپرسی ما براش چیکار کنیم. تو بگو، تو بگو. بعد از اینکه این احتیاجی رو که دیده به حضور محبوب خودش میاره، در مورد خودش میگه، آیه شماره 10، من دیوار هستم. به نظر من اینطور میاد که این محبوبه‌ای که تونست دیگران رو ببینه، تونست احتیاج دیگران رو ببینه و اون احتیاج دیگران رو در حضور محبوب خودش آورد با قلبی که من حاضرم من و تو با هم یک کاری براش بکنیم، برمیگرده میگه آخه منم، خود منم دیوارم و بر روی من برج‌ها بنا شده. میخواد بگه من گفتم اگه دیوار باشه این کارو میکنیم، اگر دروازه باشه این کارو میتونیم بکنیم و منم یکی از اونا بودم، منم یکی از اون دیوارها بودم که بر روی من برج‌های نقره بنا کردند و آنچه که برای من شده من میخوام برای دیگران بشه. محبتی که فقط از خدا باید باشه که اینطور فکر کنه و عمل کنه که هرچی از خدا نصیب من شده من میخوام نصیب دیگران بشه. محبتی نیست خودخواهانه، محبتی نیست که فقط برای خودش نگه داره، محبتی که درک کرده دادن از گرفتن فرخنده تر است، محبتی که میده، ایثار میکنه، فداکاری میکنه، محبتی که فکر میکنه دیگران چطور رشد کنن، به دیگران بیش از خودش فکر میکنه، محبتی که میخواد دیگران تقدیس بشن، دیگران پاک بشن، دیگران شبیه مسیح بشن، دیگران مسیح رو جلال بدن، اونها هم مثل منی که یکی منو بنا کرد، روی منی که دیوار بودم برج‌های نقره بنا کرد، اونها هم کسی پیدا بشه تو زندگیشون این برج‌های نقره رو بنا بکنه، رشدشون بده و بعد خود اونها دیگران رو رشد بدن. این فقط محبتیه که از خداست، از انسان نیست. بله، این محبوبه میگه من دیوار هستم و پستانهایم مثل برج هاست، لحاظا در نظر او از جمله یا بندگان سلامتی شده ام. من در نظر محبوبم از جمله یا بندگان سلامتی شدم. در ترجمه 1009 میگه از این رو در چشم او حامل سعادتمندی گشته ام. وقتی یک ایماندار در ایمان رشد میکنه، در نظر خداوند، در نظر خداوند از جمله یابندگان سلامتی هست. که این محبوبه داره در مورد خودش میگه، میگه من رشد داده شدم، من خوب بزرگ شدم در ایمان و تو در مورد من داری اینطور فکر میکنی، آها همینو من برای خواهرم میخوام که اونیز آنچه را یافتم بیابد و اونیز در نظر تو از جمله یابندگان سلامتی باشد. ای کاش این روش برخورد ما با همه عزیزان ایماندار در کلیسا بود،
ای کاش دست از مسابقه بر می داشتیم و مصمم می شدیم تا با محبوبمون هم خدمت بشیم. ای کاش دل ما بنای ملکوت خدا می بود تا اینکه ملکوت خودمون رو بنا کنیم. ای کاش به خدمت دیگران دلمون رو می سپردیم تا اینکه زندگیمون رو تلف کنیم در مسابقه دادن با دیگران. ای کاش. چه تصویر زیبایی نه از محبتی که یک نفر چشیده و اون محبت درش این انگیزه رو ایجاد میکنه تا خدای خودش رو محبت کنه از طریق خدمت کردن به دیگران، خدمت کردن به کلیسا، خدمت کردن به برادران و خواهرانی که احتیاج دارن. چه تصویر زیبایی از کسی که در مسیح زیبا شده، در مسیح خوب رشد کرده و مایل، راغب، دنبال اینه که همونطور که من رشد کردم، همونطور که تو منو زیبا ساختی، این عزیز منم، این خواهرمونم زیبا بشه، رشد بکنه، چون این خواهر ماست، در بدن ماست، همان خونی که بر روی صلیب برای من ریخته شد براش ریخته شده. به همان اندازه که تو منو محبت کردی اینو محبت کردی. در نظر تو هیچ فرقی نبود بین او، این خواهر کوچک ما، و من زمانی که بر روی صلیب می‌مردی. پس آنچه را که برای من کردی، آن همه برکات بی نهایت عظیم و گرانبها را به من دادی، من اونها رو برای این خواهر کوچکم می‌خوام. ای عزیزان، ای کاش این بود محبت قلب من و شما، این بود روش محبت کردن من و شما. به این گونه خدا رو محبت می کردیم که با او هم خدمت می شدیم برای این خواهران کوچک. چه کسی رو خدا در نظر شما میاره؟ الان درس رو شنیدید، من ایمان دارم روح القدس داره در قلب تک تک ماها کار میکنه، چه منی که این کلام رو دارم میگم، چه شما عزیزانی که میشنوید. چه کسی رو خدا در نظر شما آورد که خدا میخواد از طریق شما او رو محبت کنه، رشد بده، آنچه رو به شما داده بهش بده؟ کیه؟ او را در حضور خدا بیارید. مثل این محبوبه بگید خواهر کوچیکی داریم که اینطوره، ما چی میتونیم براش بکنیم؟ من و تو چه خدمتی میتونیم بهش بکنیم؟ و او به شما تعلیم خواهد داد، راه ها رو باز خواهد کرد، تا چنان که خدمت کرده شدید دیگران رو خدمت کنید. بله خداوند، این گونه ما و کلیسای خود را تقدیس کن، ما خادمین هم دیگه باشیم برای جلال نام عیسی مسیح. آمین. از بیان